بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه 5 نوامبر سال 2018 میلادی برابر با 14 آبان ماه 1397. خوشحالم که بار دیگر با آقای محمد رزاقی هستیم از پاریس، از فرانسه. ایشون قبلا بارها مهمان برنامه بودن و ویدیوهاشون هم روی یوتیوب هم روی فیسبوک، اما اسم ایشون رو که به اصطلاح تایپ کنید یا بنویسید مشخص میشه، پیدا میشه و امروز با شما هستن. درباره چندین موضوع صحبت میکنن، قبلا 3-4 موضوع بود، الان بیشتر شده. شما میتونید حین برنامه اگر سوالی دارید از طریق فیسبوک یا با ایمیل یا با تلفن تماس بگیرید، همه اینفورمیشن ها جلو صفحه میاد و درست برعکس سازمان مجاهدین که خودشون میگن و خودشون میخندن، اینجا این دوستان از روز اول بنای برنامه ها رو بر این گذاشتن که هم پاسخگو باشن سوالات شما رو، هم شنونده باشن نظرات شما. آقای رزاقی خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما، این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم. بفرمایید که اوضاع و احوال چگونه است تا بعد با هم درباره این چند موضوعی که در پوستر از شنبه تا حالا روی فیسبوک هم گذاشتیم با هم صحبت کنیم. ضمناً شنیدم که شما میخواین درباره یه پیام جدید و چند تا عکس هم فرستادید، هر وقت گفتید من اون عکس ها رو هم نشون میدم. دوستان عزیز با آقای محمد رزاقی هستیم از پاریس. اسم فیسبوک ایشون سهند آزادی رو، سهند فریاد رو گذاشتن که من پیشنهاد کردم که اسم خودشون هم بنویسن، چون ایشون هم الان دیگه پابلیک فیگر هست. وقتی شما دوستان میخواین که پیداشون کنید، اگر محمد رزاقی رو به اصطلاح بنویسید بتونید به اون صفحه برسید. آقا خیلی خوش آمدید، بفرمایید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. آقای سربی عزیز، اول سلام میکنم به شما، به بینندگانتون که در هر کجای جهان هستن. در داخل ایران هم تازگی ها من میبینم که برنامه شما را دنبال میکنن، به طور خاص برنامه جدا شده ها را دوستان از اونجا چیز میکنن، نگاه میکنن. کسای دیگه هم طبعا در اروپا و آمریکا هم همچنین نگاه میکنن و من از این دوستان اینکه میان سوال میکنن در حد مقدور یا به وقت اقتضا میکنه ما میتونیم جوابشون رو بدیم خوشحال هستم و آرزو میکنم که این روند رو بتونیم هرچه بهتر، یعنی حتی شده مثلا من بعضی وقتا فکر میکنم که موضوعات رو کمتر بکنیم ولی به سوال بیننده ها جواب بدیم، یعنی اولویت بذاریم اول برای بیننده ها تا اینکه حرفای خودمون. بسیار ممنونم. اگر سوالاتی از قبل بوده میخوان به اونا پاسخ بدید، اگه نه من اولین تاپیک رو بخونم شما در این مورد صحبت کنید. بله شما مطرح کنید آقای صاحبی، وسط صحبت چون به هم دیگه بسته. بسیار ممنون. هدف سران فرقه رجوی از مطرح کردن کانونهای شورشی، البته وقتی میگیم سران، الان من نمیدونم سران فرقه رجوی کیا هستن. مسعود که مرحوم شده، خانم مریم هم که به نظر نمیرسه اونجوری به اصطلاح اطلاعیه‌ای بده یا ویدیویی یا صحبتی. کیان این سران فرقه و مطرح کردن کانونهای شورشی که خیلی خنده‌داره وقتی اون عکس‌ها رو می‌بینه آدم یه کمی به اصطلاح دلش می‌سوزه برای این بنده خدا. بفهم. آقای سربی، بینندگان عزیز، سران فرقه، حالا اون رجوی روح و پلید که نه جسمن نه چیزن حضور نداره، فقط این مثل روح سرگردان هر وقت نیاز باشه اینو علم میکنن، ولی واقعیت هم اینه که این مریم قجر، مهدی ابریشمچی که معروف مهدی زنفروش و یکی دیگه از سران فرقه احمد واقف، همون مهدی برایی که توی اشرف بچه ها به مسخره بهش میگفتن احمد واقف، یا اون چه میگن عباس داوری، همین جاسوس دوله،
همه اینها دست به دست دادن تا یه فیلی هوا کنن. آقای زاربی و بینندگان عزیز، تو این دوره رجبی هر دوره یه فیلی هوا میکنه، بستگی به موضوعات داره. این بار اومده کانونهای شورشی، یعنی برای اونایی که از این موضوع اطلاع ندارن و یا مثلا اطلاعاتشون کمه و یا اصلا خبر ندارن، مثل اینکه مثلا اینطوری بگیم تو اون دوره نبودن که بدونن این کانونهای شورشی چی هستش، من یه اجازه میخوام یه دو دقیقه مختصر اینو بگم که اصل موضوع کانونهای شورشی از کجا در اومده. حتی یادم هست شما هم یه بار اشاره کردید، حالا ما هم چون موضوع بحثمون هستش خواستم به این اشاره بکنم. ببینید توی انقلاب کوبا وقتی که توی روستاها انقلابیون روستاها را به کنترل در می آوردن، اونجا به دست می گرفتن، یعنی از دست دولت مرکزی خارج می کردن، یک کمیته هایی تشکیل داده بودن که امورات اون روستا اون نقطه رو میدادن به این کمیته ها که اسم اونو گذاشته بودن کانون های شورشی. این کانون های شورشی به وسیله کنترلش از بالا بود، چون رهبرای جنبش داخل کوبا بودن، مثلا فیدل داخل کوبا بود، چگوارا داخل کوبا بود، برادر فیدل داخل کوبا بود، اینا که مثل مریم قجر یا این مسجدی فرار نکرده بودن، یا مثل سلام فرقه تو عراق تکبی توپی نشده همه چیزا جمع کردن و حتی نیروها هم اطلاع نداشتن گذاشتن بعد رفتن نزدیک رود اوبر. این عداعتوار میخوان اون چیزا عداعتوار در بیارن، عداعتوار کوبا را در بیارن، ولی 180 درجه با هم دیگه فرق میکنه، هم موقعیتش فرق میکنه، هم رهبرانش فرق میکنن، هم اون شیبهی که اون موقع نیاز بود الان توی ایران جوابگو نیست نسبت به شرایط، به زمان، به نوع مبارزه الان توی ایران جواب بود نیست. پس در نتیجه رجوی حتما یه فیلی هوا بکنه که یه سری چیزها رو سرپوش بذاره. اومده اعلام کرده که کانونهای شورشی، با کانونهای شورشی میخواد رژیم سرنگون بکنه. آقای سوربی، بینندگان عزیز، قبل از اینکه به اصل موضوع پردازم بذارم من یه نکته بگم که به خاطر همین فشارهایی که روی اعضا گذاشته، چهارشنبه گذاشته دو نفرشون در یک روز بنده خداها ایست قلبی پیدا کردن، فوت کردن. یکی آرش پورغلامی که بچه اطراف تبریز بود، ورزشکار هم بود، از اونایی بود که سال 80 رجوی به بهانه فرستادن به اروپا، به بهانه کار کشید اینا را آورد اردوگاه بدنام اشرف. تعدادشون هم خیلی زیاد بود، از اون اطراف آذربایجان، جلفا بود، تبریز بود، اهر بود، مرن بود، همه اینا را کشیده بود آورده بود تبریز، چیز مزر کنم ترکیه. بعد از اونجا اعزام کرده بود اردوگاه بدنام اشرف که میریم اونجا چند ماه دوره میبینیم، از اونجا شما رو اعزام میکنن به اروپا برای کار. یعنی در اصل این بنده خدا که اینجا به فنا رفت واقعا نه اون چیز سابقه مبارزاتی داشت، نه فعال سیاسی بود، نه قصدش اومدن موندن تو اردوگاه بود، پیوستن به سازمان نبود،
اینها رو رجوی همه رو به عنوان گوشت دم توپ جمع کرد توی اردوگاه اشرف، یعنی از اینا برای خودش نیرو چیز جذب. البته یه سری افراد و قاچاقی خرید از ایران، یه خانواده‌ای بود تو کرمانشاه، نفری 300 تا 500 دلار میگرفت میفرستاد، تو کرج هم بود همینطوری نفری 500 دلار تا میگرفت میفرستاد. اینا هم توی چیز آنکارا، فردی به نام علی آنکارایی همه اینا رو گرفت، از بابت هر نفر 500 دلار گرفت، اینا رو فرستاد که برین اونجا کار میکنید، برین اونجا آموزش دوره نمیدونم مختلف، یک به یک قباسی، به یک نمیدونم نجاری، به یک نمیدونم آهنگری، به یک سیمکشی میبینین، از اونجا شما رو میفرستن کشورهای اروپایی، فقط یک کمیسیون ازتون میگیرن. به این بهانه اینا رو کشون اینجا که چهارشنبه گذاشته هم بر اثر کشورهایی که این روزا توی اردوگاه اشرف سه بیداد میکنه، واقعا بیداد میکنه، فشارهای روحی روانی به خاطر برگزاری یه سری نشستا، دو نفرشون ایست قلبی پیدا کردن. آقای رزاق ببخشید همینجا یه سوال پیش میاد، هیچ کسی اونجا نیست که به اینا بگه خب دوست عزیز، برادر، خواهر، اینایی که به پای خودشون جوون که بودن با میل و رغبت اومدن، الان بعد از چند سال، 20 سال، 15 سال، 30 سال دارن یکی یکی در میرن. شما افراد رو وقتی به دروغ میاری، خب مثل این میمونی که یه نفر بخواد بره ازدواج کنه، وقتی میره به طرف بگی من میلیونرم، خب حالا روز اولم میاد خونت، وقتی اومد خونت دید آقا میلیونر نیستی، میره دنبال طلاق، میره دنبال جدا شدن و آبرو شما هم میره. هیچ کس نیست اونجا بگه این چه کاریه که شما اینا رو به فریب و به دروغ میارید. اگه میخواین عضوگیری کنید، قشنگ مثل آدمیزاد، مثل همه دنیا فعالان، جنبش‌ها، گروه‌ها که میگن ما شرایطمون اینه، هدفمون اینه، برنامه‌مون اینه و عضوگیری میکنن. چه جوری میشه که اینا، و من دیدم که خیلی‌ها میگن ما میخواستیم بریم اروپا، اینا ما رو بردن اونجا، گفتن از اینجا براتون کار اروپا رو درست میکنیم. اصلا حرفی از سازمان نبوده، حرف از دلالایی بوده که کار ویزا درست میکنن و این چیزا. بفرم آیا سوال بید، بذار من یه نکته بگم. ببین خیلی از افراد، حتی خود ما، از ترس نمیتونستیم اینو روچ بگیم، ولی لای به حساب تناقض و نمیدونم این فاکتایی که می نوشتیم چرا مطرح می شد. حتی خود من یه بار نوشتم که چرا ما را با اینها قیاس می کنید. بعد یه ها ریختن رو سر من که اینها نیروهای تازه نفسن، اینها نمیدونم چه میان انقلاب بهتر می گیرن، یعنی انقلاب ایدئولوژیکو، اینها نسل جوانی از چیزا شورشی هم بدن. گفتم بابا جان این میگه من میخوام برم زد دنبال کار، کدوم شد شورشی فلان اینا. میدونیم بهترین جوابی که برن دادن چی بود؟ چی بود؟ گفتن که با انقلاب کار مریم همه اینا درست میشه. آه. یعنی فقط مونده بود که آب هوا به خدا گرد خاک بود، اون گردخواد که الان خوزستان و اینا را میگیره، چند برابر اون عراق را میگیره. آیه صاحبی اصلا از اونجا باد میاد، میاره به بعد از اونجا میاد، از غر، از مرز اردن. گفتیم یه دونه از این ماسکا به ما بدین بزنیم داریم بیرون کار میکنیم. برگشت گفت تو اینو ول، ماسکو ول کن، با انقلاب خواهر مریم همه چی قابل تحمله. ببینید همه چیزو وصل یک چی میگن شامورتبازی با دجالیت با شیادی همه چیزو، نفر معتاد آورده
میگه با انقلاب خانملی هم درست میشه. نفر چاوکش رو نمیدونم از این چیزا زورگیره آورده، میگه با انقلاب خانملی هم اینا درست میشن. نفری نمیدونم کلاه بردار و چند صد میلیون تومن برداشته آورده، میگه اینا درست میشن. نفر تجاوز کرده به دختر 14 ساله، معلم بوده توی روستا، فرد اسمش هم من بارها گفتم علی پاک بود، بهش میگفتن علی کثافت. به دختر 14 ساله تجاوز کرده، گفتن با انقلاب درست میشه. آخه متجاوز با انقلاب مگه درست میشه؟ یعنی یک چیزیه که توی دنیا نمونهش نیست آقای سربی. نمیدونم تونستم منظوره رو برسم. بله بی همتاست، یه چیز جدیدیه. ولی آقای سربی اگه یادتون باشه اینها وعده داده بودن که با آقای بولتون که تا 22 بهمن رژیم ایران سرنگون میشه، حتی سالگرد 40 انقلاب ضد سلطنتی رو نمیتونن برگزار بکنن. این وعده آقای بولتون بود و سران فرقه هم بر روی همین سوار شده بودن که تا 22 بهمن کار رژیم تمومه و اومده بودن از اعظم بر همین اساس تعهد گرفته بودن که تا 22 بهمن علائم سرنگونی بیرون زده و نمیدونم برادر بولتون هم که گفته، بعد اون یار یکی جولیانی هم گفته که با هم میریم توی میدان آزادی جشن میگیریم. همه اینها به حساب شکلات پیت کردن گذاشتن رو میز اعضا که بیاین تا 22 بهمن تعهد بدهید، تعهد ماندن در فرقه. الان نزدیک میشیم به پایان، به 22 بهمن. از اونجا هم که هیچ اتفاقی نیفتاده، مریم قجر پا برهنه بر سر کوبان، اون شوهر سابقش هم برداشته برده آلبانی. الان یه فیل جدید هوا کردن به نام کانونهای شورشی. الان هر کی آفتاب به دستش میگیره بله خیلی مزد میگم توالت، به نیت کانون شورشی باید بره، اونجا باید کانون شورشی باشه. یه ادعای کرده رجبی که البته منتصب به رجبی، باز میگم این تنها مرده یه که سخنوری میکنه، من اجازه بدین یک اشاره بکنم به پیامش. پیام شماره 11 اعلام آماده باش دوران سرنگونی، هرچند طول بکشد و هرچند نشیب و فراز داشته باشد. آقای سربی، بینندگان عزیز، سال 77 یعنی درست 20 سال پیش رجبی این همینو برای ما تو عراق اعلام کرد، اسمش هم گذاشت A77، آماده سازی برای سرنگونی 77 آسی، آمادگی برای سرنگونی. 20 سال پیش همین حق بازی رو به اسم ارتش با آزادی بخش اونجا چیز کرد، به حساب علم کرد و برنامه ریخت. برنامه هم چی بود؟ سنبه زدن به تانکهای گرازه عراقی ها، سنباده کشیدن به ماشین های چیز، به ماشین ها
بعد بعض وقت هم که جارو کردن خیابون و بعد کار کردن تو مزرعه و اینا همشون، یعنی از هر کجا میرفتی راه میرفتی میگفت برای آماده سازی میری، آماده سازی سرنگونی. بعد هر کس میگفت سرم درد میکنه میگه شما از آماده سازی سرنگونی از چه سرنگونی عقب انداختی. اینجا یه چیزی یادم افتاد بگم آقای صابر، بگه داستانی. ما توی تعمیرگاهمون از این سرویس بهداشتی های جنگ توی بیابون میذاشتن ارتشی ها تمام آهنی سیار، ما توی تعمیرگاهمون از نا داشتیم دوتا. الان خدا پلاستیکشو درست کردن برای روزای راهپیمایی و این چیزا میارن تو خیابونا میذارن. بله اینا لاستیکی اونجا عراقی بود، چیز فلزی بود. توی خرداد ما، خرداد مرداد که هوای عراق 60 درجه میشه 65 درجه میشه، اصلا نمیشه دو دقیقه، اصلا همین که واردش میشی شرشر عرق میریزه. ما خواستیم بریم، گفتم که من برم این چیز مجموعه بهداشتی آسایشگاه روبروی یه خیابون بود، بعد برم اونجا برگردم چون تو این آدم نفسش میگیره بخواد 5 دقیقه بشینه قضای حاجت بکنه. من از در پشت تعمیرگاه خارج شدم رفتم، بعد همین که من رفتم بیرون نگو این خواهر مسئول با ماشین کولردار از در اصلی تعمیرگاه میاد تو. بعد اونجا هی میپرسه رزاقی رزاقی، میبینه نیستم، با ماشینم بر میگرده. راستشو بخواهی مثلا رفت برگشت من مابزیمون حساب بکنی بین 7 دقیقه تا 10 دقیقه طول کشید. آقای سوربی شب اومدیم نشست گذاشتن، به من میگفت کجا بودی؟ گفتم کار داشتم رفتم زود برگشتم. نه کجا بودی؟ کار، گفتم کار داشتم رفتم. منم راستش بخوای روم نمیشد که بهم که رفتم خدمت سر قضای قضای حاجت بهش میگم مسکه. بله ولی من هی خودم میخوردم که نگم اینو. بعد باور کنید آقای سوربی 3 روز برای من نشست گذاشته بودن که چون تو اون 10 دقیقه رفتی سرنگونی عقب انداختی. تو دلم میگفتم آخه یه دستشویی رفتن دیگه سرنگونی انداخته، حالا کسای دیگه برن یه کاری دیگه بکنن ببین سرنگونی چقدر عقب داده. به بلای علی 3 روز برای من نشست گذاشتن، این ملت رو میریختن سر بند که بگو کجا رفته بودی. آخر این چیز بود، یکی از برادران به اسلام مسئول بود، گفت تا تو کجا رفته بودی که اینقدر مقاومت میکنی؟ بعد برگشتم بودم رفته بودم سر خیرات باباش، بابا رفته بودم توالت. ببین الان رجبی اومده سال 77 و 20 سال یه موضوع 20 سال پیش دوباره علم کرده. حالا این دفعه چجوری علم کرده؟ خبراش بیرونیه. هر کس باید تا حالا پست هفتگی، یعنی پست هفتگی میگیم آقای سربی، پرداختن به مسائل جنسی، اعترافات جنسی، گفته که باید عزم جزم کنید برای آماده سازی خود را در دریای شورش و انقلاب بندازید، شیرجه بزنید به دریای شورش و انقلاب. ایاتون باشه یه بحثای ما میکنیم، نمیدونم نشستای موسوم به حوز، نشست و حوز، بله بله، سال 74. الان اون حوز کوچیکه نمیتونه تمیز کنه، گفته که باید به دریا شیرجه بزنید. یعنی
باید اونجا هر کاری کردن، نمیدونم آلبانی اومدن تلفن خریدن اونو باید بگن، با کسی صحبت کردن اونو باید بگن، توی فیسبوک با کی رابطه دارن باید اونو بگن، به کجاها زنگ زدن باید اونو بگن، با کیا سلام علیک کردن و اونو باید بگن. همه اینها را گذاشته که به عنوان شیرجه زدن در به دریای شورشی. آقای رضایی، چون شما گفتی در حین برنامه هم دوستان میتونن تماس بگیرن، این دوستون آقای رجبی نوشته که ایشون رجبی یا رجبی نیست، بله نوشتن که کانونهای شورشی خانم قجر همان همکاری مزاحمین خلق با شرکت‌های امنیتی بین المللی است. چون دیدیم در چند سال گذشته یه عده اونها هم بیچاره ها، حالا یا برای پول یا برای اینکه فکر میکنن واقعا فردایی به اصطلاح هست برای مجاهدین، خبرچینی میکنن یا ریپورت تهیه میکنن، یا حتی دیدیم که در قتل به اصطلاح اون دانشمندان اتمی بعضیا همکاری کرده بودن. ایشون میگه اونها رو سازمان به عنوان افراد شورشی یا کانونهای شورشی به اصطلاح معرفی میکنه. خیلی ممنون. آقای محمدی هم اینجا هستن، آقای مصطفی محمدی، من هم به شما سلام میکنم، ایشون به شما سلام کرده، خوشحالم که اینجا هستید. و آقای محمدی هم با این حرکتی که انجام دادن، البته سازمان هم کمک کرد، سازمان با نادانیش باعث شد که سازمان مجاهدین در آلبانی بهتر و بیشتر شناخته بشن و صدای مظلومیت این خانواده هم به گوش همگان برسه. خیلی ممنون از شما، بفرمایید آقای رضا. بله آقای سوربی، ببین جهت اطلاع بینندگانم اینو بگم که موضوع کانونهای شورشی یه بخشش برمیگرده به یه سری تعدادی که من بارها گفتم جاسوسی میکنن، هیچ ربطی به شورشی و نمیدونم به هواداری اینا نداره. چون اگه بخواد اینجوری چیز بکنیم، یکی از مفوسیده های رجبی یه موضوع جالبی نوشته، اینو من براتون بخونم، یا باید بخندیم یا باید گریه کنیم. نوشته در بستر بحران های اجتماعی، در بستر بحران های اجتماعی است که کانون های شورشی به آرامی در حال خارج کردن مهار و اوضاع از دست رژیم و به دست گرفتن کنترل وقایع است. یعنی این لوری، این ترجمه اینه که الان کنترل شهرها، کنترل اوضاع، کنترل امنیت، کنترل کشور دست کیا هستش؟ کانون‌های شورشی. پس این چه کانون شورشیه که از 80 میلیون 80 نفر نمیتونه توی میدون جمع بکنه، ادعا کنه که ما کانون‌های شورشی هستیم؟ بابا اینو بارها گفتیم دیگه زبونمون مو در آورد. آقا 80 میلیون جمعیت ایران، یک در میلیون میشه 80 نفر. بگو اینها کانونهای شورشی هستن، کنترل تهران و تبریز و اصفهان و شیراز و کل ایران رو به دست گرفتن، فردا در این ساعت تو این میدون جمع میشن، مگه یه چیز خاصه بزرگیه؟ کسی که ادعا میکنه که شورش کرده، بله یه عکسی شما فرستاده بودید که نشته بود دربند تهران. من گفتم خب دربند هرچی عکس ما میبینیم مردم صدها نفر، هزاران نفر، بیشتر جوانها دارن میرن و میان، خب چرا 4 نفر دور اینا نیستن؟ شما یه تعریفی کردید که میذارم بعد خودتون توضیح بدید، خیلی جالب بود برای من. بفرمایید. آقای سوربی، این 80 این همه کانون شورشی پس کجا خودشو باید نشون بده؟
عکس انداخته تو باغچه خونهش، اون عکس اگه نشون بدین فکر کنم گویا باشه، عکس انداخته زیر مانتوش، مانتوش رو زیاد باز نکرده و نه یه چیز میشه پلی بای میشد. بعد توی باغچه خونهش، حالا معلوم نیست این خونه توی اروپا هستش، توی آمریکا هستش، توی کانادا هستش، یه آرم سازمان هم زده. مریم قجر به این میگه کانون شورشی. اگه این کانون شورشیه، خوش به حال رژیم. این تو همون باغچه‌اش میتونه کانون شورشی باشه، کنار باغچه نه، اونور باغچه، اونور حیات خونه نه. خب این اینجوری گذاشتن که هر وقت بگن کانونای شما کجا هستن، بگن رفتن گل بچینن. اون یکی از اساسش آیه سردی خانه شورشش رفته اونجا که آشغال جمع میکنن، سگم اونجا نمیره. پشت دیوار بتونی، بله خدا سگم اونجا نمیره. رجبی این ادعا رو میکنه کانونای شورشی معادلات عوض کردن، اوضاع را دست هم گرفتن، فلان کردن. اینا همه کلاشیه، اینا همه سرپوش گذاشتن یک سری چیزای درونیه. تمامی این، ببین رفتن مریم قجر با اون شوهر سابقش توی آلبانی، به یک باره رجبی روح پلید پیام میفرسته در مورد کانونای شورشی. همه اینها برگزاری نشستا، نشستای درونی، همه اینا دست به دست هم داده تا جلو اون خروج، جلو اون ریز، به قول معروف ریزش نیرو رو بگیره. چون البته اینا یک ماه دست پیش رو گرفتن دیگه، چون قرار بود که نزدیک 22 بهمن این کار، بعد از 22 بهمن این اتفاق بیفته، اینا انداختن جلو. چون میدونستن که یه عده اون موقع درخواست خروجشون رو میدادن، اینا پیشا پیش اومدن نشست گذاشتن. اون موقع رجبی شیرزه بزنید به حوض، الان اینا میگه پیام داده که شیرجه بزنید به دریا. تمامی این شامورت بازی، تمامی این که میگن کارهایی که میکنن، سناریوی از قبل آماده شده هستش که بتونن جلو ریزش نیرو رو بگیرن. کانون شورشی کیلویی چند؟ تو الان برو بیرون تو خیابون بگو من کانون شورشی هستم. این پلیسی که باید بیاد از دست مردم اینا رو بگیره. برو داد بزن بگو من مجاهد خلق هستم. این پلیسی که باید بیاد اینا رو از دست مردم بگیره. خود مردم اصلا خیلی مزدن میکنم تیکه تیکشون میکنن. یکشون نمیتونه، دو نفرشون نمیتونن ابراز وجود کنن توی جمعی. این که بشینه تو حیات خودش بشه کانون شورشی، عمه من هم میشه، عمه 80-90 ساله هم میشه. البته شما کم لطفی میکنی، اینا به کوه و دره و جنگل و اینها هم رفتن. اگه خواستید اونو نشون میدم. اون بچه هایی که اومدن توی آلبانی، بذارید من اونو نشون بدم که شما بگید دار. بفرمایید. ببین اون فیلم، این فیلم قبلا پخش شدن، یکی دو تا فیلم هستش، ولی این فیلمی که عکسی که من فرستادم، طرف قسم میخورد که این توی آلبانی، حتی اون پیرانایی که گفت به پیرانا توجه بکن، گفتم برای چی؟ گفت این پیراهنه را اگه یادت باشه یه تیف آمریکایی‌ها به همه داده بودن.
دیدم راست میگه. این دوربر آلبانی رفتن یه جایی از این از اسفار نظامی در میارن، از این کلاهام از چیز آمریکایی بهشون داده بود، اون صحنه ها را گویا توی کرج همچین فیلمی پخش کردن. حالا باید اونم نگاه کرد، چون یکی یه چیزی به من گفت خیلی توجهم رو نگاه کردم جلب کرد. اینا وقتی میخواستن دستاشون رو بذار بالا ببرن به هم دیگه بدن، روی دستا رو کدر میکنن، فیلم رو کدر میکنن که انگار مثلا دست دادن مشخص نشه، این معلومه که اینا کی هستن. ولی این عکس من قسم میخورد میگفت که نفرات توی چیه مال آلبانیه، اون اوائی که میخواستن اسم قانون شورشی درست. یکی از دوستانم قبلا گفته بود که توی اشرف این کارو میکردن، خود ایشون میرفته با دیوارایی که اونجا بوده به اصطلاح روش چی مینوشتن عکس میگرفتن، که یعنی حالا گیرم که این اصلا تهران باشه، گیرم که این دربند باشه، خب این که خیلی بده دربند به این شلوغی فقط 6 نفر اونجا هستن، یا اون یکی به قول شما آپارتمان ها اون ورن، این ورش یه دیوار بتونی گرفته که لابد سگای ولگرد و آشغال اینا نیاد، این پشت دیواره رفته یه شعار نوشته. خب به یه شعار حکومت پایین میریزه. و اگه واقعا قبول دارید که حالا 1 در 80 میلیون هم 1 در میلیون نیست بیشترید، من اینا رو به شما نمیگم که ندارید، من بهشون میگم شما دارید، فقط سوال من اینه که شما که انقدر طرفدار دارید چرا اینجا وایسادید؟ خب برید دیگه، این همه شما طرفدار دارید، این همه مردم منتظر شما هستن، برید اونجا انقلاب کنید، برید حکومت تعیین کنید، برید کمیته های شورشی بذارید، کانون های شورشی بذارید. جواب نمیتونن بدن. چرا جواب داره آقای بفرمایید. ایاتون باشه حفنامی بود. بله ازش پرسیدن، نه اینو من تو صحنه تلویزیون خودم دیدم، گفت که قرار بود شما برین تهران 2 روز پیش، این برنامه تهران چی شد نتونستین برین نرفتین؟ گفت هنوز رژیم سرنگون نشده که. اینها حالا من یه چیزی دیگه میگم، اگه رژیم هم سرنگون بشه باز اینا نمیتونن برن، از بس جرم جنایت کردن، از بس چیز کردن، چی میگن ملت از اینا متنفرن. آقای صاحبی این چیزش اومد، بذار یه واقعیت بگم. چند روز پیش این موضوعات اتفاق افتاده، اینها زنگ میزنن به بعضی از خانواده ها، حتی پیشنهاد پول میدن که برین دوربین بخرین، برین تلفن بخرین، برین لباس بخرین، یعنی هر خرجی رو حاضرن بپردازن، بعد عکس بگیرین برای ما بفرستین. طرف چه جوابی داده؟ خیلی میخندیدن، گفته که بابا جون من همه این کارا رو بالاترش هم انجام میدم، ولی به یه شرطی، رضوی که معلوم نیست کجاست، ولی مریم قجر و اون شوهرش و اون سران فرقه معلومه کجا هستن، اونها بیان داخل ایران، من اصلا با ایلو تایفن میرم چیز میکنم، شعر مینویسم، با ایلو تایفن میام تو خیابون، ولی اونا هم بیا. باعث خنده شده، میگه نشستیم توی اروپا به ما میگیم برو چیز کن قانون شورشی را بنداز، اگه مجاهدی خوبه، اگه انقلابیگری خوبه، اگه مبارزه خوبه، اگه اینا همش چه میگن نعمته بزرگی هستش، خب بیان شما از این نعمت برخوردار باشید.
تو زمین های دیگه هم اینجوری شده آقای سربی. این هر از گاهی بعضی از خانما برمیدارن چادرشون این چیز روسریشونو. اولا به عنوان اعتراض بود، الان تبدیل شده به تجارت. هر کی برمیداره فورا میاد یون ترکیه یا یون گرجستان یا یون چیز که من روسریمو برداشتم بس به من پناهندگی باید بدیم. حالا یکی هم هستش، یه توابی هم هستش خیلی جالبه، میگه که من اون روز شنیدم نوارشو، ای کاش ای کاش ای کاش این خانمایی که میرن بالا رو سرشون رو برمیدارن سر چوب میزنن، یه آقایی هم بده بغل دست این خانمه باشه. خب چرا از دیگران نزد چیز میکنی مایه میذاری؟ خودت که ماشالله آقایی اعتراف میکنی، خودت که انقلابی هستی، مجاهد هم هستی، خودت که زندان کشیده هم هستی، بیشتر باید انقلابی تر از همه گویا باشی. خب تو چرا نمیدی این کارا بکنی؟ مثل رجبی چرا از بقیه مایه میذاری؟ یعنی ملت رو به هر طور شده، به هر بهایی شده، به هر چیزی شده، چی میگن، نقشه‌ای شده، با هر فریبی که شده، با هر دجالیتی که شده گولشون بزنن تا اینا مطرح بشه. اون چیزی که این وسط نیست خودشونن، چون بهار نمیخوان خودشون بپردازن. نشسته توی آلمان، نشسته توی فرانسه، نشسته توی آمریکا، نشسته توی کانادا بیانیه صادر میکنه، بریم فلان کار رو بکنیم، بریم فلان کار رو بکنیم. خودشون هم جرأت ندارن، از چریکش شرفته تا مجاهدش شرفته ادعا داشتن که عمر هر چریک، عمر هر مبارز، عمر هر مجاهد 6 ماهه. الان اینا 60 ساله دارن زندگی میکنن. خب برن، یا زنده میمونن یا کشته میشن. اگه کشته شدن میشن شهید، اگه هم زنده موندن بشن قهرمان. ما به اینا دست میزنیم، سود هم میزنیم. چرا خودشون نمیرن؟ 100 سال دیگه هم نخواهند رن، چون خطر داره. به قول حقا رژیم هنوز سرنگون نشده. هر وقت رژیم سرنگون شد اینا میرن. اون موقع مردم اینا رو نمیذارن. این فکر اینجاشو نکرده. آخه حقا میگفتم، گفته من 32 مهر میام. دوستان عزیز، در طی برنامه میتونید از طریق فیسبوک پیام بفرستید اگر پرسشی دارید یا نظری دارید. در روزایی هم که این برنامه تا هفته آینده هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه، مردم tv.com، یا روی یوتیوب و فیسبوک قرار میگیره، میتونید اونجا هم نظرات خودتون رو بنویسید یا بپرسید سوالاتتون رو. ضمناً با شماره تلفنی که الان میبینید 202-695-2573، این تلفن در آمریکا است، میتونید پیام بذارید سوال کنید، یا با ایمیل info@mardomtv.com ایمیل ارسال کنید. یعنی ما همه جور امکاناتی رو در اختیار شما گذاشتیم تا صدای شما هم با صدای این دوستان به اصطلاح شنیده بشه، همینجوری که کانون آوا اسم خود کانونشون یا لوگو یا شعارشون این هست که آوای منتقدین و جدا شدگان سازمان مجاهدین. خب آقای رزاقی، میخواین موضوع دوم رو عنوان کنم یا هنوز صحبتی دارید درباره اول؟ آقای صاحبی بریم موضوع دوم، اگه بخشد من یک موضوع از این چیز مونده که بعدم میگم. باشه. دومین تاپیک یا موضوع این بود که چرا فرقه از حضور خانواده ها در آلبانی جلوگیری میکند، و قسمت دوم این سوال این است که چرا مانع حضور خانواده های جدا شده،
یعنی دیگه برای شمایی که جدا شدید دیگه اون دیگه خانواده جدا شده ها رو چرا دخالت میکنه که جدا به اصطلاح هم دیگر رو نبینن؟ اونا که دیگه جدا شد بفرمایید. آقای صاحبی اصل موضوع همینه. ببین تا اونجا که به کلیت برمیگرده رجبی از خانواده ها اونقدر ضربه دیده، حتی شخص رجبی اون موقعی تو عراق بودن، اعضا تو عراق بود نه خود رجبی، یه کتابی در آورد به حساب خانواده ها یا ماموران وزارت اطلاعات و قدس و با بدترین چیزا اینا را خانواده الدنگ و نمیدونم خانواده ملدنگ اون چیزی که لایق خودش هست چرچی لایق خودش هست به این خانواده ها نسبت میدن. ما حالا فرض کنیم، بیایم فرض دیگه بگیم که معجزه‌ای شده همه اون اعضایی که توی اردوگاه فرقه هستن توی آلبانی دوست ندارن با خانوادهشون تماس داشته باشن، دوست ندارن ملاقات داشته باشن، دوست ندارن اصلا بیرون برن، گیری مرن خلده است در یه عالم چیز به حساب فرضم چی میگن به حساب فکر خیلی ایدالیستی، اینا نمیخوان تماس داشته باشن، نمیخوان ملاقات داشته باشن، نمیخوان بیرون تردد داشته باشن، اصلا از دهنشون رجبی دیدن که میگن صد تا رجبی میفته. باشه اونا مال خودشون باشه. آقای سوربی الان موضوعی که بین خانواده ها خیلی مطرح هستش و از این عذاب میکشن اینه که آقا اونهایی که جدا شدن با چه استاتویی توی آلبانی هستن؟ پناهنده هستن، پناهجو هستن، مقیم هستن، کی هستن اونجا؟ اگر نگاه بکنی با هر استاتویی که باشن خانواده ها حق ملاقات دارن. هیچ جا نوشته نشده که چون این پناهنده است نمیتونه ملاقات داشته باشه. هیچ جا نوشته نشده که چون این آقا از سازمان مجاهدین جدا شده نمیتونه ملاقات داشته باشه. هیچ جا نوشته نشده چون این نمیدونم از ملیت ایرانیه پس نمیتونه ملاقات داشته باشه. اینها ساخت پایتخته کی هستش؟ سران فرقه رجبی. ساخت پرداخته به دست هم دادن سفارت آمریکا، عربستان، اسرائیل، رجبی. اینها اونجا یه میزی چیدن که این حتی جدا شده ها را از ملاقات از دیدار با خانواده محروم کرده. ببینید آقای سوربی از زندان ها اونا که میگیم زندان میبینیم، از زندان گوهردشت میبینیم، از زندان قزلحصار میبینیم، از زندان ابی میبینیم که تز میاد بیرون. بله منیفست میفرستن، منیفست میفرستن، حتی به قول خود سازمان حمایت خودشون رو از سازمان عنوان میکنن و میگم همون یه نفر نیست که به اینا بگی خب برادر این کارو میکنی گند کار خودمون بالا میاد، نیروی ما تو خیابون نمیتونه تنها بره، ولی شما دارید میگید از زندان آخوندا طرف داره مردم رو به قیام دعوت میکنه که اینجوری جرم اون بدبخت بیچاره رو هم زیاد میکنن. یعنی به آخونده حق میدن که اونا هر بلایی میخوان سر طرف بیارن بعد بگن بفرما سازمان گفته که این باشون در تماس بوده. بله بفرما. من آقای ساروی بیشتر شرایط جون در نظر میگیرم، میگم ببین اون زندانی که میره توی زندان درس میخونه، میره دانشگاه، زندانی که ملاقات میگیره میاد میره تو خونهش به حساب مرخصی میگیره، معذرت میگم مرخصی میگیره میره توی خونهش، زندانی که خانوادهش میاد
ملاقات حضوری میگیره، بچه هم درست میکنن. آخه زندانی هایی که میگیم که آی بیاین حقوق بشر، اونایی که آبگوشت حقوق بشر میخورن، اونایی که نمیدونم والا به چه زبانی بگم، چجوری باید بگم، خواهش میکنیم، التماس میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم که آقا شما بیاین این جدا شده ها رو تعریف کنین تو این مملکت. یه وکیل، یه حقوقدان با وجدانش، با هر چی هستش، کلاهش رو بذاره جلوی خودش قاضی بکنه، ببینه که آقا قاتل ملاقات داره، متجاوز به ناموس مردم ملاقات داره، دزدی میکنه میره زندان ملاقات داره، نمیدونم راهزنی میکنه میره زندان ملاقات داره، دیگه چی بگم، مواد فروشی میکنه ملاقات داره، مخالفت میکنه سیاسی میشه ملاقات داره. اینها پس چی کی هستن که چه اجازه ملاقات به خانواده داده نمیشه؟ مریم قجر چرا اینقدر از ملاقات این افراد میترسه؟ گیریم باشه اون 2000 نفری کم و بیش اونجا هستن، اصلا سرسپرده تو بگی آب بخور میخورن، نخور نمیخورن، بگیم اصلا اونها حسابشون جدا، اینطور که نیست داره میگیم جدا. پس این نفرات که جدا شدن، دولت آلبانی که همین رنگ دلار رو میبینه، بعضی از مامورش از حال میره، از اون کمیساریاش گرفته از مامور دولتیش. فهم فکر کنم آقای بیدی، احسان بیدی یا یکی دیگه از دوستان یه چیزایی نوشته بود توی کانون آوا در حین صحبت شما، من اونو نشون میدم، بفرم. نه اصلا من یه چیزی بگم آقای سوربی، من یه خانواده اون روز با من چیز میکرد، تماس داشت، میگه من 20 میلیون تومان خرج کردم، رفتم از ایران رفتم ترکیه، از ترکیه رفتم یونان، از یونان رفتم اتریش، از اتریش رفتم آلبانی، فرودگاه آلبانی راهش نداده، گفته پاسپورت ایرانیه. بله اینجا نوشتن دفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان در خدمت فرقه رجوی، آقای بیدی یک پلاکارتی رو به عنوان اعتراض گرفته و این کارا به نظر من خوبه که افکار مردم رو روشن کنه اونجا، که بالاخره یه صدایی در بیاد از یه جایی و به سازمان ملل فشار بیارن که این چه کاری که شما انجام میدید، مثلا اینها رو مثل افراد صغیر شما قبول کردید که سرپرستشون سازمان باشه، ولی پناهجو و پناهنده و اینها هر یک نفر خودش جدا باید پرونده داشته باشه. ولی تا حالا خب توی عراق که قانونی نبوده، ولی توی آلبانی هم سازمان تونسته که با به قول شما با رشوه دادن دلار و پول اون مسئولین سازمان رو هر چی دلش میخواد به اصطلاح هر کاری میخواد انجام بده. بفرما. متاسفانه آقای ساربی یه موضوع که هستش، سازمان این فرقه رجوی کسایی هم که میتونن کاری بکنن، حالا گویا این که اگه اقدامی بکنن این فرقه رجوی برمیگرده میگه آه این هم شد وکیل اطلاعاتی، این نمیدونم فعال اطلاعاتی، این فلان، از این چیزا ترسونده میترسن. خب ولی یه واقعیتی هستش بابا جون، اونی که وکیله یه قسمی خوردی، اونی که تو ایران هستی وکیل هستی، اونی که تو اروپا هستی، اونی که میتونی کاری بکنی، ما این همه جدا شده ها چجوری چیکار میتونن بکنن؟ ما میگیم بابا جون باشه، اصلا اون 2000 نفر خب این رجوی هست، اصلا از دماغ رجوی اف کرده افتاده مثل رجوی هست،
با همه قطع امید کردم باشه، با همه قطع رابطه کردم باشه، نمیخوام باشه، اصلا اونا راست میگن نمیخوام، ولی این که جدا شده هستش، این دوست داره با پدر مادرش ملاقات داشته باشه، این دوست داره با خانوادهش ملاقات داشته باشه، رجوی چرا مال این نمیشه؟ این دیگه چه قانونیه؟ کی همچین حقی به رجوی داده؟ کی همچین حقی به اون کشورم داده؟ در همین رابطه آقای محمدی نوشتی که آقای رزاقی، ما پدر و مادر هستیم، بیش از 3 ماه بودیم، یک ملاقات 10 دقیقه‌ای به ما ندادن، از چی وحشت دارن؟ این در رابطه با اونی که شما گفتید طرف 20 میلیون تومان خرج کرده آمده آلمانی بهش اجازه نداده، ایشون میگه ما که کانادایی هستیم، از کانادا مثلا رفتیم اونجا و 3 ماه هم اونجا بودیم، 10 دقیقه به اصطلاح به ما ملاقات نداده. بفهم. بله ببین، حالا من میگم که اونایی که توی تشکیلات هستن، من بحثم روی اونایی که توی تشکیلات نیستن تو دنیای آزاد هستن، اونی که تو دنیای آزاد هستش اجازه ملاقات اونم اونایی که تشکیلات هستن اونا هم دارن، اونا هم میرکو دارن. بابا زندانی که محکوم به اعدام ملاقات داره، مریم غزه که هی اونجا برای ما ماده ماده 10 ماده 10 ماده میکنه، خب بیاد به جای این شر بده، به جای این سفسد بازی ها نمیدن حکم اعدامو لغو میکنیم، بیاد بگه که آقا جون من تا حالا این افراد جدا شده ها رو تهدید به مرگ کردم، تیم فرستادن برای اینا ترور کنن، اینا اشتباه بود، دم از آزادی دموکراسی میزنه، بگه آقا جون من نیروهامو آزادم، بیان تو خیابون با هر کی میخوام ملاقات کنم، با هر کی هر کجا میخوام برن، با هر کی من تماس داشته باشن. تازه الان برای من نشست گذاشته، بیاین اعتراف کنین، آقای سوربین اعتراف کنین، نگاه کن، اعتراف کنین که با کدوم جدا شده ها تماس داشتی. یعنی بزرگترین گناهی که جدا افرادی که توی تشکیلات هستن انجام دادن، گویا ارتباط داشتن با جدا شده ها، به اونایی هم که ماهانه پول میده میگه بیان فیسبوکتون رو باز کنین من ببینم تو لیست دوستیتون چیا هستن. پس یعنی اونی که از تشکیلات اومده بیرون حق انتخاب هم نداره. این تفتیش عقاید تو سازمان چی اسمش میذارن؟ چون میبینم برای هر کاری اونا یه اسم مخصوص داره. این که میشه تفتیش عقاید؟ این روزا شما به بچه‌هات نمیتونی بگی من بیام فیسبوک رو نگاه کنم ببینم کی هست کی نیست. حالا آدمای بزرگ 50 60 ساله اینا میخوان فیسبوک هاشون رو نگاه کنن. رضایی میگه که شما باید اعتماد منو جلب کنی، نه من اینجوری، من شما باید پیش قدم بشین بگین که من تمیزم، شما پیش قدم بشین بگین که من فلان کار نیستم، شما باید ثابت کنیم به من. من اعتماد همینجوری به دست نمیارم، به شما نمیدم. اعتماد به دست آوردنی باید شما تلاش کنین اعتماد رو به دست بیارین. یعنی همه را از چه میگن زندگی اجتماعی اونایی که جدا شدن، مثلا اون موقع که ما تو عراق جدا شدیم، یا بعضی از نفراتی هم که توی آلمانی نستن زدن تو دهنش، گفتن اون پولی هم که میدادی برو نخواستی، واقعا زدن تو دهنش. نمیخوام با پولی که خانوادهشون میفرسته با اونجا کاری میکنن زندگیشون رو میچرخونن، باز به اونه دخالت داره. به طور کلی نبگیم مثلا تک تک نفرات، به طور کلی
ممنون. باز اون زمان تو عراق بودن میرفتن از پشت بام یا با بلنگو یه چیزی فریاد فریاد میکردن یه سری میشنیدن. آیا سال بیگردتون باشه، یه روز من گفتم اینجا رجبی عراق چیز آلبانی رو بدتر از عراق میکنه. همون بلا و سرای نفرات داری میاد و الان خانواده ها بند خدا میگه بابا جون پسر من، برادر من، خواهرم که برادر من دیگه جدا شده، حداقل قبل از اینکه مادرم فوت کنه من اینا رو ببینیم. خیلی از مادرها در حسرت دیدن بچه هاشون فوت کردن. یه واقعیتی دیپلماسی هم دست جدا شده ها نیست که برن کار دیپلماتیک بکنن بگن اینا نه دنبال چیز هستن به حساب کاری بکنن که آلبانی این کار بکنه نکنه. این رجبیه که اونجا قدرت داره. آقای رجبی ببخشید، آقای محمدی میگه که ولی خدمت شما من عرض کنم که مردم آلبانی به واقع از فرقه تروریستی رجوی متنفر شدند و از خطری که احتمالاً برای آلبانی پیش خواهد آمد به ما میگفتند شما خانواده برکت بر ملت آلبانی بودی که مردم آلبانی این فرقه را شناختند و آشنا به خاطر خطرات آینده در آلبانی. یعنی شما ببینید اینا اگه 10 دقیقه وقت داده بودن این پدر مادر با دختر خودشون دیدار داشته باشن، اینجوری آبروی سازمان در یک کشوری که حالا تازه اومدن و میخوان اونجا نمیدونم تشکیلات درست کنن آبروشون نمیرفت. اشتباه پس از اشتباه پس از اشتباه. بفرم. من فقط نمیدونم آقای سوربی یا بینندگان عزیز اگر کسی واقعا پیشنهادی راه حلی داره که مثلا بتونیم توی از اروپا یا از حتی داخل ایران بچه‌های چیز اونایی که این برنامه رو نگاه میکنن هموطنانمون بتونیم اونجا وکیل هستش بتونیم صحبت بکنن راه حلی پیدا کنیم برای این که حتی این خانواده جدا شده ها بتونن این عزیزانشون رو ملاقات بکنن، لطفاً هر کمکی میتونن بکنن، یه پیام بدن، یه چیزی یا مثلا بنویسن، عمومی بنویسن یا خصوصی بنویسن یا معرفی کنن که مثلا فلانی میتونه این کمک بکنه یا یک نفر خودش میتونه وکیل حقوقی دستش به جایی میرسه این چیزا رو بلده تو روابط بین المللینا یه کمکی بکنه که حداقل این خواهران و برادران و پدر و مادرانی که چشم انتظار هستن راستش بخواهی هر وقت آدم خبری میشنوه که مادری فوت کرد، پدری فوت کرد، خواهری فوت کرد بدون اینکه چشمش اینا رو ببینه، بدون اینکه اینا چش دو نفر در یک روز ایست قلبی زیر فشار نشستای مریم قجر، قاتل مستقیم اینا مریم قجره، دو نفر مرد. حالا من سر قبر رفتن و نمیدونم اینجوری زیادم چیز نمیبینم که مثلا آدمی خودم نیستم که مثلا بدو بدو هر هفته برم سر قبری فلانی، نه، ولی اگه مثلا این جنازات تحویل این خانواده داده میشد از در اگه مراسمی میگرفتن میدونستن که کجا بچهشون دفن شده حداقل محل قبرشون مشخص میشد. خانواده تو ایران جنازه کجا دفن شده که هیچ کس دسترسی نداره، حتی سر قبر اون مرده هم نمیذارن برن. آقای زوربی یه مرده که برن کار نمیتونه بکنه که نمیتونه بلنشه با اینا برگرده که این هم اجازه نمیده. ولی خواهش میکنم اگه کسی یا گروهی یا سندیکایی نمیدونم از این
ماشاءالله حقوق بشر که کم نداریم ما. یه نفر تو زندان یه از آنفلانزا میگیره، همه اطلاعی میدن که زندان پر آنفلانزا شده، فلان شده. یه بار هم یه اطلاعی بدن، یه کمکی بکنن که بگن که آقا 30 سال اینا خانوادهشون رو ندیدن. یه کمکی به این مادرها و پدرها، اونایی که دم میزنن ایرانی نواده کوروش هستیم فلان هستیم، باشین، خیلی هم خوبه. این نواده های کوروش هم توی آلبانی اجازه ملاقات با پدر مادرشون ندارن. یه کمکی بکنید، یه صداتون در بیاد، این خانواده ها بتونن ملاقات بکنن. اونایی که ادعا میکنن که نمیدونم جهانبینیشون نگاه میکنی اصلا خانواده دنیا را یه خانواده میبینه. خب آقایی که دنیا را یه خانواده میبینی، الان تو این دنیا جایی هست که 30 ساله نمیتونه پدر مادرش رو ببینه و برای این اگه کسی بتونه کمکی بکنه، راحتی پیدا بکنه، ما ازش هم تشکر میکنیم. همه جدا شده ها، همه اون خانواده ها واقعا مدیونش میشن. نه شما اینو خیلی قشنگ چند بار گفتید که توی برنامه های فیسبوک و این برنامه میبینیم مثلا چند تا بچه مرغابی دارن میرن، یکیشون عقب افتاده، همه عکس میفرستن و آخ و واخ و نمیدونم، دلشون برای اون میسوزه، ولی خانواده هایی که 30 سال جوانیشون رو گذاشتن الان هم بدون هدف اونجا همینجوری علاف هستن، اجازه دیدار بهشون نمیدن و هیچ کدوم از این طرفداران حقوق بشر هم صداشون در نمیاد، قلم هاشون هم شکسته. بله بفرمایید آقای رزاقی، اگر این موضوع تمام شد بریم اون ماجرای این خاشقچی. خیلی جالبه مثلا اون عکسی که شما فرستادید با نوشته ای که سازمان مجاهدین، فکر کنم تنها نوشته ای بود که درباره قتل این آقا صحبت کرد، چون اینا نمیتونن چیزی بگن. وقتی که دعوت میکنن وزیر اطلاعات سابق عربستانو، امروز نمیتونن یک کلمه حقیقت برخلاف به اصطلاح عربستان بدن. پولشون قطع میشه، روابطشون قطع میشه، حمایت عربستان قطع میشه. من اینجا چند بار از آقای ترشیزی سوال کردم، طرف دکترای فیزیک، میگم آقا شما استاد فیزیک هستی، دانشمند مملکت ما هستی، دنبال این سازمان هستی، چرا اینا چیزی نمیگن درباره این قتل؟ میگه که ما در کار کشورهای دیگه دخالت نمی کنیم. میگن ای بابا شما از صبح تا شب دارید این برابر دخالت میکنید راجع به همه جا، ولی حقیقت همینه، چون عربستان به اینا پول داده و حمایت کرده، اینا هم مجبورن مثل بعضی از تلویزیونایی که گندش هم بالا اومد هفته قبل، یکی دیگه بود به نام تلویزیون ایران اینترنشنال، معلوم شد که اون رو هم سعودی پول میداده. در صورت اگر خواستید موضوع سوم رو خودتون هر وقت خواستید شروع کنید، علت سکوت فرقه رجوی در مرگ خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه یا استانبول، چرا اینها ساکت هستن؟ و من اون عکس رو هم نشون میدم که اینا فقط موقعی که خاشقچی به اصطلاح دبیر سردبیر روزنامه الوطن بوده، اینا یک نقل قولی ازش نوشتن. بفرمایید. آقای ساروی یه نکته بگم که شیوه مرگ این آقای قاشقچی دقیقا به صورتی بوده که ما تو اشرف این بلاها سرمون اومده، یعنی همین چیزش طراحی شده، همین که از در وارد شده تیم قبلا آماده بوده ریختن رو سرش، حالا کشتن، بعدش هم که الان معلوم شده جسد رو تیکه تیکه کردن. دیروز و امروز باز میگفتن که حتی یک متخصص شیمی فرستادن اونجا که ساختمون رو یه جوری به اصطلاح تمیز کنن که هیچ اثری از این نباشه، ولی این آقای اردوغان سفت و سخت وایساده، احتمالا اینم به خاطر پوله که به ما بگید که جنازه کجا هست. حتی دو تا پسر آقای خاشقچی با بی بی سی فکر کنم یا سی ان ان صحبت کردن و گفتن که ما باید جسد پدرمون رو بگیریم
و با همون به اصطلاح مراسم خاص خودمون در کشور خودمون در عربستان به خاک بسپاریم. البته اگه جسدی پیدا شد اگه تو اصیل و اینا نسوزونده باشه. بله چون من خودم این سی ان ان ترکیه نگاه میکردم چند روز پیش، اون صحنه ها رو نشون داد که از پشت ماشین جعبه چیز سفارت، ماشین سفارت خود طرف ماسک میزنه اون جعبه رو در میاره. آها. یعنی ماسک شیمیایی میزنه اون جعبه رو در میاره، بعد منتقل میکنن به اون خونه و چیز کنسول، یعنی اونجا که در 400 متری کنسولگری هستش. گویا انداختنش توی چا، ببین همه جا را اجازه دادن بگردن، این یه واقعیتیه. به اون چاه که میرسه اجازه نمیدن، به اون چاه که میرسه اجازه نمیدن. اتاق خواب چیز رو گشتن، اسمش چه میگن؟ سفیر کنسولو، اتاق خواب زنش رو گشتن، اتاق خواب بچه هاش رو گشتن، چه اون چاه شد ناموسی اجازه نمیده؟ این خودش یه علامت سوال. ولی آقای صاحبی جالبه، اون عکس که اگه ببینی اینها، این قبل از مرگ قاشقچیه، اون اطلاعیه که مثل که توی مهرما نوشته بودن فکر. بله بله بله. اینها اون موقع خاشوچی حلوا حلوا میکردن در مورد بر علیه ایران، حرفایی که میزد. چند بارم من توی چیز سی ان ان ترکیه دیده بودم، چون این نامزدش ترک بود، اخبار اینو نشون میدادن. حتی یه بار گفته بود که وقت آن رسید، این مزد مام این همین رابطه نزدیکی داشت با ترکیه الفیصل. بله. همین که میگم مریم نامزده شد. بله. نامزده وزیر بله. اطلاعات سابق. بله. بعد رابطه نزدیکی داشت با اون. بعد کدهای سیاسی رو این چیز میکرد، میداد. حتی یه بار گفته بود که تو همین چیزا این گروه های تروریستی که بر مناطق مختلف کنترل داشتن، خیلی از مناطق سوریه. بله بله. این تز داده بود که زمان تقسیم و تکه کردن سوریه برا رسیده. اونجا هم که واضح اصلا نوشته موضع‌گیری کرده بر علیه ایران. اون بله. موقع رجبی اینا رو حلوا حلوا میکنه، این قاشقچی میشه سردبیر نمیدونم روزنامه واشنگتن پست که فلان افاضه رو کرده. نه سردبیر نمیشه، این سردبیر روزنامه البتن و تحلیلگر سیاسی بوده، ولی بله. اینجا به عنوان کانتریبیوتر یا مفسر. بله مفسر ستون. مفسر ستون نویس. آها. اینجا بهبهجهجه میکنن این مرده با شکل فجیعی هم که مرده، خودشون هم میدونن چجوری میکشن، چون تمام شیوه هایی که به کار میبرن دقیقا مثل رجبیه. آقای زوری بعضی جا فکر میکنن که آدم بلوفت میزنه یا مثلا آدم بزرگ نمایی میکنه یا مثلا غیر واقعیه. ببین اون کارهایی که داعش در چند سال گذشته انجام داد، برین تاریخ رو نگاه کنید، تمامی اونها را رجوی 40 سال پیش انجام داده. از سوزوندن جسد، از عملیات انتحاری، نمیدونم از مینگذاری، از بمبگذاری، از اسیر کشتن، حتی مخالفای خودشو کشتن، یعنی عضو خودش بوده خواسته بره کشتن، همه اینا را قبلش حضرت رجوی انجام داده. این کشتن قاشقچی هم این همون بوده. ما تو زندان سال 73 بودیم، همه منو با این شیوه دستگیر کرده بودن، از در وارد شده بودیم،
که ما یک خودم چهار پنج نفر ریختن رو سرم، از پشت دستا رو گرفتن، با پوتین به شکم، به صورت، به پا، همه جا. این دو تا چیز داره. علاوه بر درد جسمی، آقای سربی یه شوکه، چجوری بگم، یه شوکه غیر منتظره، چون هیچ جز فکر نمی کنن که مثلا وارد کنسولگری میشه یه همچین بلای سرش میاد. یا ما تو اون اتاقی که وارد میشدیم که به اسم این که میخوام بریم مأموریت، انتظار نداشتیم که پنج نفر بریزه رو سرمون بزنه. اصلا در لحظه آدم هنگ میکنه، اصلا گیج میشه. همون کلمه شوک که میگید درسته، برای همین آدم شوک میشه. بعد و اصلا میمونه که چه این بدترین حالات با آدم دست میده. درست همین کارو توی کنسولگری انجام دادن. اینا که میشنن با هم دیگه چیزای رد و بدل میکنن، از مورد ساخت نمیدونم فلان آمپولی که یه بیماری نجات بده صحبت نمیکنن. که رجبی از بمب و بمبگذاری و چجوری این سوریه را یه مدت بود سوریه را هی می آورد برنامهش، توی پاریس هی بهشون سفره پهن میکرد، این را نمی آورد اونجا برایشون قرآن بخونه. می آورد شیوه هایی که میتونن اینا به دولت ضربه بزنن و به اونا می گفت، تاکتیک یادشون می داد. حالا بین این همه آدم، ببین به قول شما آقای اردوغان که هنوز دست بر نداشته، دنیا، خود عربستان، خود دیگه ببین، خود این بن سلاخ، همون بن سلمان، اون پدرش سلمان، گفتن که آقا جون این قد صورت گرفته، به گردن گرفتن که این کشته شده. اینها اعتراف کردن، ولی رجوی یک کلمه نگفته در این وارد، یک کلمه. چطور میشه؟ اون موقع که کاشفچی به علیه ایران میگفت، میشد روزنامه نگار و خبرنگار رو نمیدونن مفسر. بقیه هم هاکزا، بقیه اونایی که اینجا منظور از این طرح این موضوع مزدور بودن، اینها اینجا ثابت میشه. اگه کساییش شک داشتن که اینها مزدور عربستان نیستن، همونطور که تو کشتار فلسطینیا اسرائیل میکشه فلسطینیا رو میکشه، این لب باز نمیکنه، همونطور که تو یمن این همه آدم کشته میشه این لب باز نمیکنه، همونطور که تو کنسولگری خودش عربستان جنایت میکنه این لب باز نمیکنه، و کسای دیگه هم که لب باز نمیکنه، مزدور بودنشون، جیره خوار بودنشون، خودفروش بودنشون دیگه مرز چیزا تایید خورده. از این به بعد هر چقدر میخوان داد بزنن مستقلیم، از این به بعد هر چقدر داد بزنن، ما اصلا بیل کلنگ میزنیم پول در میاریم، کسی باور نه. حتی رجوی الان از قبل بلند شه بیل کلنگ بندازه رو دوشش بره باخچه بیل بزنه، باز میگه مزدوره. یک از کسی شناخت چیز، از کسی قبول نمی کنن. همین یکی هستش به نام آقای نوری زاده، علم غیب داره، نمیدونم از بیت رهبری خبر داره، از شورای امنیت رژیم خبر داره، از زیر زمین رژیم خبر داره، از آسمون ایران خبر داره، از زیر لحاف خبر داره، نمیدونم از مهریه زنا خبر داره، کی با کی ازدواج کرد امروز خبر داره، از هر دری سخن گفت. اومد به خاشقچی گفت نه این دسیسه قطر ایران،
اونم نتونست موزدوری خود چیز کنه. جالبیه که این میگفت که مگه اینا بیشعورن که بیان تو سفارت خودشون این کار رو انجام بدن، ولی حالا که همه دنیا داره اعلام میکنه، حتی خود عربستان سعودی گفته که بله تو سفارت ما چنین اتفاقی افتاده، باز اینا ساکت هستن و چیزی نمیگن. و شما جالب گفتیم، گفتیم خود این یه دلیلی که نشون میده اینها به اصطلاح جیرخار و به اصطلاح مزدبگیر چیز هستن، عربستان هستن. یه عکسی هم الان روی کانون آوا هست، مریم عزادانلو و گفتمان تسلیم که چجوری ناز میکنه برای همون آقای ترکی الفیصل. بله بفرمایید آقای رضایی. من یه 5 دقیقه وقت من وقتم گذشته. نه شما وقت دارید امروز شو... بله بله. یه 5 یه موضوعی هستش میخواستم اینو چیز بکنم. بفرمایید بفرمایید. برگردم به همون بحث اول، این کانون‌های شورشی، این فیلی که رجوی تازه هوا کرده، این چیزاشو، این مخفی پوسیده‌هاشو جمع کرده، از عباس داوری گرفته، این احمد واقف گرفته، این محمد حیاتی و قلعینا، همه اینا رو بخط کرده که آقا جون این کره کانون‌های شورشی رو باید بنوازید. از هر طرف که هستش بنوازید. اینا هم که وقتی مینوازن از سر گشادش مینوازن. این دیگه والا چیزش ما مقصر جدا شده یا ما نیستیم. بعدا نگن که وزارت اطلاعات از سر گشاد داد دست ما. اینا خودشون از سر گشاد میزنن. اومده یه مصاحبه انجام داده، خود گرید و خود خندید. خودشون میگن خود میخندن. خیلی جالبه. من فقط به صورت مختصر اینو میگم، بقیه رو میذارم که شنونده ها و بینندگان عزیز خودشون قضاوت بکنن که ببینن این مخبوسیده ها چه شیادی هن، هم در چه قرنی دارن سید میکنن. انگار مثلا مال این دوران، یا مثلا درست عقب مونده هستن، ولی اینقدر 40-50 سال عقب مونده، این دیگه خیلی مزرد ما پارون هم زیادیه براشون. آقای سوربی، بینندگان عزیز، اومده سوال کرده من این که شیوه سرنگون کردن رژیم، خبرنگارش که جز به اعضای خودشون هست، خبرنگار که میگه مثلا انگار مثلا از بیرون نبوده، همون سیمای اسارت خودشون به حساب داخلی خودشون مصابه کرده، سوال کرده که با رفراندوم آیا میشه رژیم رو با رفراندوم چیز کرد، سرنگون کرد؟ این برگشته گفته که از اونجا که رفراندوم ما احمد واقف، یعنی همون معروف به احمد واقف میگن توی تشکیلات بهش، اومده جواب داده، با رفراندوم نمیشه از رژیم سرنگون کرد، چون رژیم اجازه همین رفراندوم را نمیدهد. شکل قمر کرد. بعد برگشته سوال دوم، با الگوی تحسن مثل مصر آیا میشه چیزو کرد، مثلا رژیم سرنگون کرد؟ جواب داده اگر این الگو میشد از آن استقبال میکردید، چون در داخل ایران حمایتی ندارند، همه مردم متنفرند. ببین از بس ملت ایران از اینا متنفر هستن، هیچ کس به پیام اینها، هیچ کس به درخواست اینها، هیچ کس به اطلاع اینها توجه نمی کنن. که بیان مثل مصر، یعنی یه تجمع میلیونی بکنن، تحسن میلیونی بکنن تا رژیم رو عوض بکنن. هیچ وقت این کار از میخوان ولی نمیشه، چون ملت از اینا متنفره. الان 40 سال حساب کن فراخان میدن تا
فراخوان‌هاشون به لفظه. هر کجا فراخوان دادن اون تحسن یا اون اعتصاب یا اون اعتراض نه تنها به نتیجه نرسیده، بلکه عمدن اون اعتراض کننده ها خیلی جاها عقب نشینی کردن. من بارها گفتم برای نمیگم، حتی نمیخوان اسمشون به اسم اینا آلوده بشه. بعد اومده پرسیده سرنگونی به شیبه انقلاب، نه جواب داده دل آقای واقف عزیز دل رجبی، دل بستن به چنین راه حلی غیر واقعی و باطل است. یعنی انقلاب هنوز با انقلاب نمیشه رژیم رو سرنگون کرد. خزش اینه، انقلاب هم کارساز نیست. اینجا نگاه کنید آقای صاحبی، این دو نکته که میخوام بعدش بگم خیلی جالبه. راه کار سرنگونی با تحریم خارجی، یعنی رژیم رو با تحریم چیز کنن، سرنگون کنن. مزدوری و ضد ملی بودن، ضد ملت بودن، ضد خلقی بودن، ضد ایرانی بودن خودشون رو اینجا به نمایش میذارن. میگه از هر فشاری که رو روی رژیم بیاد، داخلی و بین‌المللی استقبال میکنی. یعنی ملت گرانی رودوشون باشه، دارویی تحریم بشن، اقتصادی تحریم بشن، چه میگن فشار گرونی روی ملت باشه. چون یه واقعیت تحریم کردیم، خب تحریم آقای روحانی تحریم میشه، اونی که هزار میلیارد تومان پول داره تحریم میشه، اونی که 130 تا شرکت داره تحریم میشه، اونی که با دلار حقوق میگیره با تومان خرج میکنه تحریم میشه. تحریم بدبختی مال اونا هست که با تومان با دیار حقوق میگیرن به دلار خرج میکنن، به قیمت دلار. بدبختی مال اوناست، بدبختی مال ایران، ملت ایرانه، نه اون 4-5% که میلیاردی غارت میکنن، میلیاردی میخورن. اونی که ادعا داره خلقی هستم، اونی که ادعا داره برای نمیدونم پیشتاز خلقم که همشون دروغ میگن، اینها بیشرفترین، خیلی معذرت میخوام، بی‌ناموس‌ترین آدمایی هستن که از تحریم حمایت میکنن. تحریم مثلا فلان وزیر صنعت و وزیر مسکن و وزیر نمیدونم بهداشت و وزیر چیزا، یا خود اصلا رئیس جمهور رو مگه ضرری به اونها میرسونه؟ مگه خانواده اونها رو تو تنگنا میذاره؟ مگه اونها کمبودی احساس میکنن؟ هر وقت اراده بکنن هر چیزی نیاز داشته باشه تو ایران نباشه بیرون، حامله میشن میرن توی کانادا بچه به دنیا میارن، بچه هاشون اکثرا توی اروپا و انگلیس، آمریکا و کانادا زندگی میکنن، درس میکنن، برای جراحی و اینا میرن کشورهای دیگه. اتفاقا در همین رابطه خیلی ها باور دارن که به اصطلاح تحریم هوشمند بذارید، اگه شما حسن نیت دارید اون تحریم هوشمند مثلا میگه سران کشور حق مسافرت به کشورهای خارجی ندارن، ولی اونا آزادن، اونا همه جا میرن میان، بچه هاشون آقازاده ها همه کاری میکنن، افراد به اصطلاح طبقه متوسط و طبقه پایین هستن، کارمندهای دولت هستن که این فشار تحریم ها روی اونها هست. البته حالا باید صبر کرد دید چی میشه. همین الان که اینا میگن، خود آمریکا گفته 8 کشور آزاد هستن، معاف هستن که با ایران معامله کنن،
باز امروز دیدم این هم الجزیره، تلویزیون الجزیره میگفت، هم تلویزیون اون آرتی میگفت که ایران یه راهی پیدا کرده که اون ماجرای سویفت و بانک سوئیس و اینا رو دور میزنه و میتونه معاملات پولی رو هم انجام بده. در هر صورت من و شما حداقل سنمون انقدر هست که ببینیم از این تحریم ها بارها گفتن و ایران هم اتفاقا ازش سوء استفاده میکنه. همین دیروز باز توی ایران آخوندها مردم کشیدن تو خیابون به خاطر 13 آبان، اون روز تسخیر سفارت آمریکا. و یعنی اینا هرچی از این وری فشار میارن اون آخونده از اون وری استفاده میکنه. همون ماجرای جنگ، خیلی ها باور دارن اگه جنگ نبود آخونده همون اوائل از بین رفته بودن، ولی وقتی جنگ شد ازش استفاده کردن که اگر کسی حرف میزد میگفتن این وطن فروشه فلانه و مردم رو با به اصطلاح هزار تزویر فرستادن جنگ و 8 سال هم اونجا در تعجب کامل دنیا اینا استقامت کردن، 1 متر مربع هم از دست ندادن. حالا ببینیم این بار چی میشه. آقای حسن دایی که اینجا هر روز منبر میره و نمیگه به مردم، آقای دایی الاسلام برادرش حسن به اصطلاح حسین اونجا هست، نمیگه که ایشون مجاهد مخفی. حقیقتا اینجا داریم پلیس اندرکاور، پلیس مخفی، ایشون هم مجاهد مخفیه. و آقای میبودی هم میشینه سراپا گوش که این میگه امسال اینا میفتن، امسال اینا میفتن. گفتیم خب خوبه دیگه، حرف مرد یکیه، اینا 40 ساله میگن امسال اینا میفتن. البته مولا نصرالدین هم هر سال که بهش میگفتن چند سالته میگفت 20 سال، میگفتن تو پارسال هم گفتی 20 سالمه، میگفت حرف مرد یکیه. دوستان عزیز با آقای محمد رزاقی هستیم از پاریس. اگر سوالی دارید چه الان چه بعدن که این برنامه ها روی یوتیوب قرار میگیره به صورت بایگانی یا در فیسبوک باقی میمونه، میتونید با خود ایشون مستقیما تماس بگیرید یا از طریق ایمیل، شماره تلفن و تکست، حتی به اصطلاح سوالاتتون رو مطرح کنید، نظراتتون رو هم عنوان کنید تا این دوستان در برنامه‌های آینده پاسخ بدن. خب من با ساکت میشم. آقای رزاقی اگه صحبتی دارید بفرمایید و من بند آخرشو بگم. آقای بفرمایید، من صفحه فیسبوک شما رو نشون میدم به نام سهند فریاد. آقای سارپی بفرم. سوال میکنه که سرنگونی با اعتصابای سراسری و به هم پیوسته. خب اونجا که هر کجا که اعتصاب و به ترسان به وجود میاد، اینها که رژیم از خداشه اینا مداخله بکنن یه پیام بدن، چون بلا فاصله عقب نشینی میکنن. حتی من اون روز تلویزیون داشتم نگاه میکردم، گفت اگه من وطن فروش نیستم، اگه قرار باشه که از تحسن ما، اعتراض ما، مثلا اون با اصلاح خودش میگم میگم منافقین رو نمیدن اونور آبیا سوء استفاده بکنن، من این کار رو نمی کنیم. یعنی این آقا که شکمش صابون زده که گویا اعتصابات سراسری میشه و بعد شورش میشه، شورش هم چیز میشه، تبدیل به تغییر رژیم میشه فلاینا، اینا تزایی بودن که مال دهه 60 و اینا هستش. اینم تو همون دوران عهد عتیق داره سر میکنه. خیلی هم آقای صاحبی برای خنده یه چیزی بگم، این احمد واقف میمد نشست میذاشت، خیلی معذرم کام، یکی یه چیزی میگفت که باب میلی نبود، میگفت اولا برادر من. از خودم نمیگم، به خدا اینا بچه‌های دیگه هم هستن میتونی بپرسی. یعنی اینقدر عقب مانده است که فکر نمیکنه که به خودش میگه که اولا، میگه اولا برادر من. البته به اولا توهین نشه، خدا از تمامی اولاها باید پوزش بدلبیم، چون اینا از اولاها هم عقب تره. بعد اومده دوباره ببین شیادی شد، گفتم که این دود دمی را انداخته به نام
خانهای شورشی گفته که راه کار اصلی سرنگونی شعار هزار اشرف و هزار کانون شورشی به سراسر ایران رفته. یعنی الان شما حساب بکنی این که میگه هزار اشرف و هزار چیز کانون شورشی به اشرف رفته، خب اینا که اشرف به مذارم داخل ایران رفته، پس اینا تو آلبان تو کنار رود اوور چه غلطی میکنن؟ مریم قجر چرا نمیره؟ اینقدر که شما کانون شورشی دارین ادعا میکنین، چرا نشستین توی آلبانی؟ چرا مریم قجر نمیره توی پاستور میز رئیس جمهوری بگیره بشینه؟ این همه ادعا، این همه نمیدونم کانون شورشی، کانون شورشی، ملت سوال بکنن، اونایی هم که تو خارج هستن که میشنون، اونایی هم که تو ایران هستن که نمیدونن، اصلا کارشون نمیبینن اینا رو، چون اینا به قول ما، به قول ما که میگیم این توضیح که راه انداختن داخل مناسبات خودشون رو انداختن برای نگهتان فریب دادن اون اسیرا، وگرنه داخل ایران که همچین خبر نیست. والله شما اصلا به این داخل ایران یه خبرنگار بی‌طرف بره، یه نفر اصلا با طرف هم باشه بره به یه کانونای شورشی، همونجا میگیرن میبرن امین آباد، میگن دیوونه شدی؟ کدوم کانون شورشی؟ کسی که مدعی کانونای شورشی راه پیدا کرده در داخل ایران، خودش هم باید داخل ایران باشه. مردم اون توابی که داره به بچه های دیگه میگه که شما توی آلبانی رژیم هستش، نمیدونم با رژیم رابطه دارن فلان دارن، اما میگه تز میده که خانم که روسریشو بلند کرده یه مرد پیدا بشه به جلوش بغل اون وایسه، خب آقا تو مردی، ماشاءالله مردی، تو ما میدونیم چقدر مردی، یا برو چیز بکن تو وایسه بغل اونو، چرا باید دیگران نسخه میکشی؟ البته آقای رزاقی، حالا که شما اینو میگید، یه نفر، یه آقایی هم رفته بود روی یکی از این پستای برق و یه چیز گرفته بود دستش، زیرش نوشته بود مردم بهش گفتن بیا پایین لوس بازی در نیار، تو اگه مرد بودی زودتر از خانم ها میرفتی اون بالا، نه که وای میسادی خانم ها شروع کنن. حالا پشت واقعا عکسش هم انداخته بودن، بعد گویا یه آخوندی هم رفته بوده بالا پرچم گرفته بوده. بله بله بله، اونم دیدم. آخه میتونی آقای سربی که واقعیت که بگیم، ببین یه سری بر اساس چیز مبارزه اینا بخوایم حساب بکنیم، خب بگیم مثلا مبارزه مدنی، خب طرف میمونه این مبارزهشو ادامه میده، خب نه اینکه یه بار روسریشو بلند کنه بعد هلنجو ببنده کانادا، چرا؟ من روسریمو بلند کردم، اون یکی فلنج رو ببنده کجا؟ خیلی معذرت میخوام، یه بار چادرش رو باز کنه ممه نشون بده، فلنج رو ببنده سوئد کجا؟ من به من پناهندگی بدی، من ممه رو نشون دادم. اون یکی که میاد کجا؟ من نمیدونم پرچم آذربایجان انداختم رو. اگه مبارز ادعا داری که مبارزه میکنی، ادعا داری که مبارزه میخوای بکنی، ادعا داری که برای هدف جون تو هم حاضری بدی، خب بفرما چرا بس فرار میکنی؟ والا آقای سربی دیگه اون زمانه که میرفتن سیاسی کاری میکردن، نمیدونم حکم میگرفتن، زندانی سیاسی میشدن، میومدن بیرون یا میتونستن برن خارج کشور پناهندگی بگیرن، خب الان دیگه کار سیاسی نیاز نیست چی بکنن. آقای رضاوی شما این میگی، من رو یاد اتفاقایی میفتم که یادم، من سال 1984 تا 86 توی آلمان بودم، میگفتن هر کی میخواد پناهندگی بگیره، یه آقای آیدینی بود، هنوز هم هستش، اون آقای مهران خواننده باش صحبت میکنه و اینها، میگفتن این تظاهرات که راه میندازه شما بیاین، ولی حتما یه دوربین از این کوچولوها، یادتونه دوربین های 110 بود،
تو جیب جا میگرفت، میگفتن از اینا داشته باشید، بدید یه نفر عکس شما رو بگیره با تظاهرات، با اون به اصطلاح عکس یا رضا پهلوی یا پرچم شاهنشاهی، این کمک میکنه که برش پرونده شما. حالا شما میگین چادرش رو باز میکنه، سینه‌هاش نشون میده، یا اون یکی روسریش رو در میاره. شاید اینا به اصطلاح برنامه هست برای اونها. البته حق مردم هست که تظاهرات کنن، حق مردم هست که اعتراض کنن، ولی اگر یک کسی ادعای اینو داره که جنبشی هست و رهبر جنبشی هست، یا خودش باید یک کاری رو از مبدا شروع کنه یا کپی کنه، بگه ما یه حرکتی مثل حرکت گاندی، یه حرکتی مثل حرکت نلسون ماندلا، یه حرکتی مثل مارتین لوتر کینگ آمریکا، بالاخره یه حرکتی مثل سیاه‌پوستای آمریکا، هر چی، یه حرکتی مثل روز زنان. و اونو دیدم الان توی همین صفحه که شما برای من فرستادید نوشته بود روز 30 مهر، روز نمیدونم اعتصاب سرتاسری. خب اینا باید خجالت بکشن، وقتی شما مینویسی مردم انجام نمیدن، وردارن. اقلا حقا یه چیزی میگفت، میگفت که خب اونا حکومت از بین نرفت، منم نیومدم. اینا زیر همون 30 مهر باید بنویسن که ما اشتباه کردیم، منظورمون 32 مهر بوده. من ممنونم از شما، بازم اگه صحبتی داریم بفرمایید. آقای سوری، سوت تمام نشه. ببین، مبارزه کردن خواسته حق همه هست. دقیقا. تو این جامعه میخواد برید، خانم‌ها میخوان برن توی سالن ورزشی فوتبال نگاه کنن. این خواسته به حقیه. خب؟ میخواد پوشششو انتخاب کنه، خواسته به حقیه. نمیدونم حقوق اجتماعیشون رو میخوان، سیاسیشون رو میخوان، سنفیشون رو میخوان. کسی نگفته که اینا به حق نیست، سوء استفاده از اینا ناحقه. دقیقا، چون این سازمان ها سوء استفاده میکنن، مردم با شدن مثل یه دستانداز تو خیابون برای رسیدن مردم به حق و حقوقشون. تا یکی میاد بیرون، طرف عکس میگیره، میگه اینا مرز ما اومدن بیرون، اونا هم برمیگردن میرن خونه، میگن خب بذاریم تکلیف اون معلوم بشه. ولی همونجوری که شما گفتید، آزادی و حقوق زنان و حق شرکتشون در بازی ها و ورزش و اینها حق مسلمی هست که میتونن با تظاهرات و اعتصابات و اینها به دست بیارن، ولی تا اونجایی که این سازمان های مفتخور و بیخاصیت نیان و اعلام کنن که این مظلوم ها اومده بیرون، اون مظلوم ها اومده بیرون، و اینجوری تازه دست آخوندار هم باز نگه میدارن تا اونا بتونن اینا رو دستگیر کنن، اینا رو بازداشت کنن، اینا رو ازشون ضمانت بگیرن و الی آخر. خب بفهم. دخالت اینها، اونا بهانه میارن که از اون ور آب در فشار به شما چیز خط داده میشه. دقیقاً. ورنه بزنن داخل ایران مسائل خودشون، ملت مگه کم سواد دارم؟ الان هر چی نگاه میکنی پایین تر از لیسانس یا فوق دیپلم نمیدونم دکترا نیستش. یه بچه 14 ساله 15 ساله نگاه میکنی انگار مثلا با یه خیلی معذرت میخوام، نمیخوام با اون قدیمی ها توهین بشه، انگار مثلا با یه لیسانس یا با یه مدیر اون زمانی داری صحبت میکنی. از چیز دنیای امروز فهم میکنه. ولی همین من اینم قول میدم، این چیز شخصی خودمه، تا زمانی که رجوی و امثال اون شازده و این آدم ها از بیرون خودشونو چیزایی که بهشون اصلا به قیافه و به خونشون نمیخواد، گروه خونشون نمیخواد دخالت کنن، خب مردم ایران نمیتونن به اون خواستهاشون که به حق برسن. دقیقا همین که گفتم، اینا دست اندازن تازه، چون اینها اسباب زحمت هستن تا رحمت. بسیار ممنونم دوستان عزیز، با آقای محمد رزاقی بودیم. این برنامه تا چند ساعت دیگه روی یوتیوب هم قرار میگیره، ضمن اینکه روی فیسبوک هست، موجود هست، برداشته نمیشه و شما در هر ساعتی از شبانه روز میتونید تماشا کنید و میتونید نظر بدید. بازم ممنونم از شما آقای رزاقی. ممنونم آقای صاحبی، ما از سرمون جمع شد، از کوپنمون بیشتر از بقیه معذرت میخوام. هیچ مسئله نیست، امروز فقط برای شما بود. خیلی ممنون، تشکر میکنم. اگه سوالی چیزی بود باز در خدمت هستم و
چه میگن یادم رفت، نمیگم تبریک بگم به اون دوستانی که تازه از طریق رجوی جدا شدن، به 4 نفر به تازگی از جدا شدن و اعلام جدایی کردن. امیدوارم که قدمشون رو دنیای آزاد گذاشتن، برایشون خیر و برکت حداقل از این به بعد چه زندگی ما کردن، ولی از این به بعد شو به صورت آزاد در دنیای آزاد، در دنیایی که میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن کجا زندگی کنن، چی بخورن، چی بپوشن، بتونن این را خودشون انتخاب بکنن و به زندگیشون خوش آمد میگن. بسیار ممنونم. ما هم این زندگی جدید رو بهشون تبریک میگیم. امیدواریم که هر روز بهتر از روزهای قبل باشه و بتونن در این زندگی جدید موفق باشن. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خوشحال شدم از سر بید. به همچنین. مرسی. خب دوستان عزیز، برنامه ها رو پی میگیریم و همونجوری که گفتم این ویدیو هم به زودی روی یوتیوب به عنوان بایگانی کانون آوا قرار میگیره. اگر میخواین در برنامه های کانون آوا شرکت کنید، لطفاً با کانون آوا تماس بگیرید. من اینجا فقط مجری این برنامه ها هستم، تهیه کننده این برنامه ها کانون آوا و این دوستانی هستند که شما میبینید. ما بارها گفتیم مجاهدین هم میتونن بیان اینجا برنامه داشته باشن، مجاهدین هم میتونن صحبت کنن همینجوری که قبلا برنامه داشتن، ولی اینا به نظر میرسه همون تلویزیون مداربسته خودشون راحت تر هستن، چون اونجا میتونن خود گویند و خود خندند و راحت باشن. همه دنبال راحتی میگردیم. امیدوارم روزهای راحت تر یا بهتری در انتظار شما هم باشه. ممنونم که با ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش. مرسی.